منطق. منطق همه جا هست. در فلسفه، ریاضی، زندگی روزمرهمون. ولی در گذشته صرفاً یه شاخه از فلسفه بوده. ولی الان به مغز و هسته اصلی کامپیوترها تبدیل شده. مثلا همین مثالای ساده‌ای که الان براتون میزنم یه جور منطقه. فرض کن یکی باهاتون تماس گرفته. اگر گوشیتون روی حالت سایلنت نباشه زنگ میخوره. ولی اگر سایلنت باشه انتظار دارید که صدایی نشنوید. یا وقتی میخواید وارد یه اپ توی گوشیتون بشید تا موقعی که نام کاربری و رمز و عبور رو درست وارد نکنید خطا میده و نمیتونید واردش بشید. همین استدلالایی که توی ساختارشون از کلمه های اگر، آنگاه و یا استفاده میشه همون منطقه. و همین منطق باعث میشه که کامپیوترها بدونن چه کاری رو باید در چه زمانی انجام بدن. این مفاهیم در نگاه اول ساده به نظر میرسن، اما اونقدر مهمن که دانشمندای کامپیوتر برای اینکه بتونن خیلی دقیق و بدون سوء تفاهم در مورد درستی یا نادرستی یک جمله با کامپیوترها صحبت کنند، یه زبان مخصوص براش ساختن به اسم زبان منطق. این زبان رسمی یه جور چارچوب دقیقه که به کمک اون میشه قوانین رو طوری نوشت که کامپیوترها دقیقاً همون کاری رو بکنن که باید بکنن، نه کمتر نه بیشتر. پس توی این ویدیو قراره با این زبان منطق کامپیوترها آشنا بشیم. پس بریم که در لیست زبانهایی که بلدیم یه زبان دیگه هم اضافه کنیم. سلام، من سبام و اینجا متبازه. با مقدمه از فلسفه ریاضی همراه من باشین. یادتونم نره اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما یه لایک بهش بدین. یکی از مهمترین سیستم‌های منطقی منطق گزاره‌ایه. پس اول یه تعریف مهم داریم اینجا. اونم تعریف گزاره است. گزاره یه جمله خبریه که ممکنه درست یا نادرست باشه. فرقش با قضیه اینه که قضیه یه جمله خبری همیشه درسته. مثلا ممکنه یه گزاره مثل اینو داشته باشیم: ربات آبی است. برای اینکه کارمون رو راحت کنیم و هر دفعه لازم نباشه که کل جمله رو بگیم، به جاش براش یه اسم مثل حرف پی رو میذاریم. حالا بسته به وضعیت این گزاره ممکنه درست باشه اگر ربات واقعا آبی باشه، یا نادرست باشه اگر ربات رنگ دیگه ای داشته باشه. حالا جایی ماجرا جالب میشه که شروع کنیم به تغییر دادن یا ترکیب کردن این گزاره‌های منطقی برای ساختن فرمول‌های منطقی پیچیده‌تر. یکی از ساده ترین فرمول های منطقی نقیض کردن یک گزاره است. نقیض همون معنی نه رو میده. اگر پی گزاره ربات آبی است باشه، نقیض پی یعنی ربات آبی نیست و اینطوری نشونش میدیم. حالا اگر گزارمون درست باشه، نقیضش نادرسته و برعکس، گزارمون اگر نادرست باشه، نقیضش درسته. همین جمله رو میشه توی یه جدول نشون داد که بهش میگن جدول ارزش گزاره یا جدول درستی گزاره ها. حالا اگر بیش از یه گزاره داشته باشیم چی؟ پس وارد ترکیب کردن گزاره ها با هم میشیم. ترکیب عطفی. فرض کن دو تا گزاره داری. یکی پی که ربات آبی است، اون یکی کیو ربات آنتن دارد. وقتی میخوای بگی ربات آبی است و ربات آنتن دارد، به جاش اینطوری مینویسی پی و کیو. این علامت هشت کوچیک معنی و رو میده توی منطق. به این ترکیبم میگن ترکیب عطفی دوتا گزاره. وقتی با چندین گزاره منطقی سرکار داریم، بهتره بدونیم در چه شرایطی یک فرمول ترکیب درسته یا نادرسته. پس برای این کار میتونیم جدول ارزششون رو بسازیم. جدولی که همه ترکیب‌های ممکن از این گزاره‌های منطقی رو شامل میشه. مثلا برای ترکیب عطفی دو تا گزاره یه جدول به این صورت داریم: اگر هر دوتاشون نادرست باشه، اگر پی نادرست باشه و کیو درست باشه، اگر پی درست باشه و کیو نادرست باشه، اگر هر دوتاشون درست باشن. میبینید برای دوتا گزاره 4 تا حالت داریم. از اون طرف گزاره پی و کیو موقعی درسته که هر دوتاشون درست باشن. در واقع این و مثل اشتراک گرفتن دوتا مجموعه میمونه. پس اگر حداقل یکیشونم نادرست باشه، ترکیب عطفی نادرست میشه. حالا یه سوال مهم.
پی و کیو با کیو و پی فرق داره؟ نه، ترکیب عطفی خاصیت جابجایی داره. یعنی فرقی نداره بگیم پی و کیو یا کیو و پی. حالا بریم یه ترکیب دیگر رو با هم ببینیم. ترکیب فصلی. این ترکیب در منطق ریاضی معنی یارو میده. نمادش هم این هفته کوچیکه. پی یا کیو. قبول دارین وقتی حداقل یکی از گزاره هامون درست باشه، این ترکیب درسته. این ترکیب هم مثل اجتماع گرفتن دوتا مجموعه میمونه. و فقط وقتی این پی یا کیو نادرسته که هر دوتاشون نادرست باشن. خب بریم این ادعامون رو توی جدول درستی این گزاره بررسی کنیم. دوباره مثل قبل، چهار تا حالت برای دوتا گزاره پی و کیو داریم. فقط در یه حالت نادرست میشه، اونم وقتی که هر دوتاشون نادرست باشن. آیا ترکیب فصلی هم خاصیت جابجایی داره؟ بله، یعنی فرق نداره بگیم پی یا کیو یا کیو یا پی. حالا یه وقتی پیش میاد ما به جای این که بگیم گزاره پی یا کیو میخواییم بگیم که یا پی درسته یا کیو درسته، نه هر دوتاشون. اگر بخوایم این جمله رو به زبون ریاضی ترجمه کنیم از یه نماد دیگه استفاده میکنیم که بهش میگن یا انحصاری یا فصل انحصاری یا ایکس اور و اینطوری هم نشونش میدن. کسایی که قدیمی ترن یادشونه ما توی مجموعه ها یه چیزی داشتیم به اسم تفاضل متقارن که علامتش هم مثل یه دلتای کوچیک بود. این یا انحصاری همون تفاضل متقارن در منطق گزاره هاست. پس اگر اینو داشته باشیم اینطوری میخونیمش. پی یا انحصاری کیوه. یا میتونیم بگیم کیو یا انحصاری پیه. پس در این حالت هم خاصیت جابجایی داریم. حالا به نظرتون در چه حالت این گزاره درسته؟ پس بریم با دو تا گزاره پی که ربات آبی است و کیو که ربات آنتن دارد بررسیش کنیم. اگر ربات آبی باشه و آنتن نداشته باشه، پی یا انحصاری کیو درسته. اگر ربات آبی نباشه ولی آنتن داشته باشه، بازم پی یا انحصاری کیو درسته. حالت بعدی که نه آنتن داره و نه آبیه. در این حالت این ترکیب نادرسته. حالت بعدی هم اینه که هم آبی باشه و هم آنتن داشته باشه. در این حالت هم نادرسته. یادتونه یا انحصاری رو اینطوری تعریف می‌کردیم. یا پی درسته یا کیو درسته، اما نه هر دوتاشون. پس برای اینم چهار حالت داریم و فقط در حالتی که فقط یکی از پی یا کیو درست باشن این فرمول منطقی درسته. خب علاوه بر نقیض و یا انحصاری یه نماد مهم دیگه هم داریم که معنی استلزام رو میده. راحت ترش اینه، معنی اگر آنگاه رو میده. نمادش هم به صورت یه فلش یه طرف است. وقتی دو تا گزاره در این ترکیب قرار میگیرن بهش میگیم ترکیب شرطی. مثلا اینو اینطوری میخونیم. اگر پی آنگاه کیو. اگر ربات آبی باشه باید آنتن هم داشته باشه. پس اگر این ربات رو داشته باشیم پی آنگاه کیو درست میشه. به نظرتون این ربات چی؟ آبیه ولی آنتن نداره. قرارمون این بودش که اگر آبیه آنتن داشته باشه. پس نادرسته. این ربات چی؟ آبی نیست ولی آنتن داره. و حتی این ربات که نه آبیه نه آنتن داره. این دو حالت هم درست میشن. چون ربات آبی نیست که حالا آنتن داشته باشه یا نه. این ممکنه یکم عجیب باشه. ولی وقتی پی نادرسته، پی آنگاه کیو همیشه درسته. پس قبول دارین که توی حرف زدن روزمرمون باید به این موضوع دقت کنیم که وقتی از اگر و آنگاه استفاده میکنیم منظورمون چیه. مثلا اگر امروز تولدم باشه کیک میخورم. پس اگر تولدتون نباشه چه کیک بخورید چه نه؟ همچنان راست میگید و در صورتی دروغ میگید که تولدتونه ولی کیک نخورید. برگردیم به رباتای آبی و آنتن دارمون. این ترکیب پی آنگاه کیو با ترکیب نقیض پی یا کیو یکیه. یا اینطوری میتونیم بگیم این ترکیب هم عرض نقیض پی یا کیوه. بله، یه عبارت جدید به دایره لغاتمون اضافه شد، هم عرض، که اینطوری هم نشونش میدن.
در واقع وقتی اینو استفاده می‌کنید یعنی این دوتا عبارت جدول ارزش درستی یکسانی دارن و با هم برابرن. برای اثباتش کافیه جدول ارزششون رو بکشین. به راحتی می‌بینید که جدول ارزش این دوتا یکیه. یعنی در هر چهار حالتی که برای P و Q داریم یه نتیجه رو در P آنگاه Q و نقیض P یا Q می‌بینی. خیلی از ترکیبای منطقی هم ارزن. مثلا P یا انحصاری Q همون P و نقیض Q یا نقیض P و Q هستش و به راحتی هم میشه با جدول ارزش درستیشون اثباتش کرد. حالا یه سوال مهم، یادتونه در مورد خاصیت جابجایی داشتن ترکیب عطفی و فصلی و یا انحصاری حرف زدیم؟ حالا سوال اینه که آیا پی آنگاه کیو هم با کیو آنگاه پی هم ارزه؟ با جدول ارزش بررسیش میکنیم. میبینید با هم یکی نیستن. پس دو تا معنی متفاوت دارن. پس خیلی فرق داره که بگید اگر تعطیل باشه بانک بسته است. اگر بانک بسته است پس تعطیله. حالا اگر بخوایم پی آنگاه کیو و کیو آنگاه پی رو با هم یکی کنیم با یه فلش دو طرفه نشونش میدیم. اینطوری هم میخونیمش، پی اگر و تنها اگر کیو یا کیو اگر و تنها اگر پی، فرقی نداره، این دوتا هم ارزن. به این ترکیب جدید میگیم ترکیب دو شرطی و این فلش دو طرفه هم معنیش اگر و تنها اگره. حالا بریم ببینیم که این ترکیب کی درسته و کی نادرست. خب این دوتا گزاره رو داریم. پی گزاره ربات آبی است و کیو گزاره ربات آنتن دارد. اگر ربات آبی باشه و آنتن هم داشته باشه این ترکیب درسته. ربات آبیه اگر و تنها اگر آنتن داشته باشه. حالا اگر نه آبی باشه و نه آنتن داشته باشه چی؟ بازم درسته. ربات آبی نیست اگر و تنها اگر آنتن نداشته باشه. در دو حالت بعدی یعنی ربات آبیه اگر و تنها اگر آنتن نداشته باشه و ربات آبی نیست اگر و تنها اگر آنتن داشته باشه این ترکیب نادرست میشه. پس وقتی ارزش دوتا گزاره یکی باشه یعنی یا هر دوتاشون درست باشن یا هر دوتاشون نادرست، عبارت پی اگر و تنها اگر کیو درست میشه. همه این چیزایی که تو این ویدیو دیدیم یه مقدمه ای از منطق ریاضی بود و همه این نمادها برای بیان دقیق ایده های منطقی و تبدیل کردن جملات به زبان ریاضی و کامپیوترن. خیلی از مفاهیمی که ما انسان‌ها در زندگی روزمره استفاده می‌کنیم شهودی‌اند و تقریباً مشخصن. مثلا میگیم اگر بارون بیاد زمین خیس میشه. همه می‌فهمیم که منظور چیه. حتی اگر جزئیات کامل شرایط مثل شدت بارون و زمان دقیق رو نگیم. اما برای کامپیوترها این نوع ابهام یا لفظ تقریبا معلومه قابل قبول نیست چون شهود ندارن. پس چیزایی که برای ما انسانها شهودیان باید برای کامپیوترها دقیق باشن و با یاد گرفتن زبان منطق میتونیم با همین دقت با کامپیوترها صحبت کنیم و ایده هامونو با همون آجرهایی بسازیم که کامپیوترها برای اجرای برنامه های پیچیده شون ازشون استفاده میکنن. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین. پس خداحافظ تا ویدیوی بعدی.